دوستان سلام، علی مقدم هستم از کانال گیتار ایرانی. خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم. خیلی وقت میخوام یه ویدیو در مورد خرید ساز و انواع اون برای هنرجویانی که تازه میخوان یادگیری گیتار رو شروع کنن و قصد تهیه یه گیتار رو دارن براتون تهیه کنم. قصدم اینه که توی این ویدیو به صورت کلی توضیحاتی رو در مورد گیتارها بدم و چند گیتار مناسب هم برای کسانی که میخوان تازه شروع به یادگیری کنن معرفی کنم. مباحث تخصصی تر در مورد تیم‌های گیتار و تفاوت گیتارها و چیزهای دیگر رو در آینده در ویدیوهای دیگه بهش خواهیم پرداخت. هر روز خیلی از شما عزیزان بهم پیام میدیم و در مورد تهیه ساز خوب و اینکه چه نوع گیتار و چه مارکی رو بخرید ازم میپرسید. توی این ویدیو سعی میکنم تا اونجایی که میشه پاسخ این سوالاتتون رو به صورت کلی بدم. البته به هیچ عنوان به قیمت‌ها اشاره نمی‌کنم، چون با این وضعیت ارز و تغییر هر روزه قیمت ها، اگه قیمت گیتار ها رو بگم ممکنه مثلا بعد از یک ماه بعد از آپلود کردن این ویدیو قیمت گیتار دو یا چند برابر شده باشه و در واقع اون موقع دیگه این ویدیو ارزشی نداره. به همین دلیل من تو این ویدیو به قیمت ها اشاره نمی کنم. خب قبل از اینکه سراغ انواع مارکای گیتار بریم، باید بدونیم که چه گیتاری رو باید بخریم. کلاسیک یا آکوستیک، یا اصلا فرق این دوتا گیتار با هم چیه؟ ببینید، گیتارهای آکوستیک گیتارهایی با سیمای فلزی هستن که این گیتارها در خارج از ایران بیشتر رایج هستن و در سبکهای مختلفی مثل راک، بلوز و کانتری استفاده میشن. تشخیص تفاوت گیتار کلاسیک و گیتار آکوستیک برای نوازندگان تازه کار ممکنه مشکل باشه. چگونه باید یه گیتار کلاسیک رو با یه آکوستیک در واقع تشخیص بدیم؟ ببینید، در گیتارهای آکوستیک معمولاً از سیم‌های فلزی استفاده میشه که با لمس کردن سیم‌ها میتونید متوجه بشید که این سیم‌ها فلزی هستن. البته اینی که دارم عرض می‌کنم در مورد سه تا سیم پایین گیتار، سیم 1 و 2 و 3. ولی در گیتارهای کلاسیک از سیم‌های نایلونی استفاده می‌کنن که با نگاه کردن هم قابل تشخیص است و شبیه پلاستیک هستن. دومین تفاوتشون بریج یا خرک گیتار هست. سیم‌های گیتار کلاسیک همونجور که در تصویر می‌بینید معمولاً با گره به خرک وصل میشن، ولی سیم‌های گیتار آکوستیک به وسیله یک میخ کوچیک به داخل بدنه گیتار فرو میرن. خیلی از اساتید گیتار کلاسیک رو به عنوان گزینه خوبی برای شروع پیشنهاد میکنن، هرچند خب برخی از اساتید هم هستن که آکوستیک رو ترجیح میدن. ببینید، گیتارهای کلاسیک و سیم‌های نایلونی دو تا مزیت برای تازه‌کارها دارن. از اونجایی که گیتارهای کلاسیک دسته نسبتاً پهن‌تری دارن، به همین دلیل دقت انگشت‌گذاری رو یه مقدار بالاتر می‌برن. خب البته میشه گفت که فرآیند کلی آکورد گرفتن هم یه مقدار ممکنه سخت‌تر بشه در گیتارهای کلاسیک. از طرف دیگه کار با سیم‌های نایلون خب برای تازه‌کارها بسیار راحت‌تره. به همین دلیل خیلی از اساتید پیشنهاد میکنن که تازه کارها با گیتارهای نایلونی در واقع یادگیری گیتار رو شروع کنن. یه مزیت دیگه هم گیتار آکوستیک داره نسبت به گیتار کلاسیک و اونم اینه که صدای گیتار آکوستیک صدای نسبتاً بلندتریه. به صورت کلی گیتار کلاسیک انتخاب اکثر هنرجویان هست برای شروع به یادگیری گیتار. اکثر نوازنده های گیتار ایرانی هم از همین نوع گیتار برای تولید آهنگای خودشون استفاده میکنن. خب در اینجا قبل از اینکه وارد مبحث معرفی گیتارها بشیم، میخواستم ازتون خواهش کنم که اگه هنوز کانال گیتار ایرانی رو در یوتیوب سابسکرایب نکردید، این کار رو انجام بدید. برای این کار کافی شما نام کانال گیتار ایرانی رو در یوتیوب تایپ کنید، همونجور که در تصویر میبینید میتونید وارد کانال بشید و بعد از وارد شدن در کانال وارد قسمت ویدیوها میشید. در این قسمت همه ویدیوها رو میتونید به صورت رایگان مشاهده کنید که شامل جلسه های مختلف آموزشی گیتار هست و همچنین آموزش انواع آهنگ های ایرانی. یک نکته دیگه هم بگم در مورد سایزهای مختلف گیتار، چون در پیام هایی که از شما عزیزان دریافت می کنم خیلی ازم پرسیده میشه که چه اندازه گیتاری برای کودک مناسبه و آیا میشه از همون اول گیتار اندازه معمول و بزرگ برای کودک تهیه کرد؟
ببینید برای هر رده سنی و اندازه و جسته بدن گیتار اندازه مخصوصی وجود داره. برای سنین زیر 5 سال گیتار 1/4، برای بین 5 تا 8 سال گیتار 1/2، برای سنین بین 8 تا 12 سال گیتار 3/4 و برای سنین بالای 12 سال در واقع افراد بزرگسال گیتار 4/4 و اندازه معمولی میتونید استفاده بکنید. البته خب بسته به جسته و بزرگی اندام هنر آموز میتونه این بازه سنی کمی هم متفاوت باشه. خب تو این بخش میخوام چند تا گیتار کلاسیک مناسب برای هنرجویانی که میخوان گیتار تهیه کنن معرفی کنم. با گیتار کلاسیک یاماها C40 شروع میکنیم. یاماها C40 یکی از محبوب ترین مدل های گیتار کلاسیک و پیشنهاد بسیاری از اساتید گیتاره. این گیتار امروزه به عنوان انتخاب اصلی نوازندگان تازه کار گیتار پاپ شناخته میشه. جنس صفحه رویی از چوب سنوبر و صفحه انگوش گذاریش روزوود هست. بیشتر تجهیزات گیتار مثل بریج و وسایل و تجهیزات دیگه گیتار از جنس پلاستیک هستند. یاماها C40 معمولا در اندونزی تولید میشه و کیفیت و صدای بسیار عالی داره در مقایسه با دیگر گیتارهایی که توی این محدوده در واقع قیمت هستن. در کل در ساخت این گیتار هم به قیمت و هم کیفیت توجه شده و میتونه گیتار بسیار خوبی برای شروع باشه. گیتار دومی که میخوام خدمتتون معرفی کنم گیتار یاماها C70 هست. این گیتار در واقع برادر بزرگتر یاماها C40 هست و با قیمت کمی بالاتری هم در بازار عرضه میشه. بسیاری از افراد پیشنهاد میکنن که اگه توانایی سرمایه گذاری بیشتری دارید به جای C40 سراغ C70 برید. در ساخت این گیتار کمی به جزئیات بیشتر توجه شده و همچنین یک مقدار کیفیت صدای بهتری نسبت به یاماها C40 داره، هرچند که سایر تجهیزات و مواد به کار رفته در این دو گیتار کاملا یکسان هستن. گیتار پارسی مدل M2. البته من خودم این گیتار رو ندیدم و تست نکردم، ولی با تحقیقاتی که از سایت‌های ایرانی انجام دادم و همچنین از چند هنرجو پرسیدم این اطلاعات رو به دست آوردم که در اختیارتون می‌ذارم. گیتار کلاسیک پارسی M2 یک گیتار خوش ساخت داخلیه که از کیفیت نسبتاً مطلوبی هم بهره می‌بره. این گیتار با توجه به طراحی و ساخت مناسب استفاده نوازنده‌های در حال آموزش یا مبتدیه که میتونه برای نوازندگان سبک‌های مختلف به ویژه پاپ و کلاسیک مناسب باشه. در مجموع اگر قصد خرید یک گیتار کلاسیک مبتدی با کیفیت نسبتاً مطلوب رو دارید، این مدل گزینه قابل قبولی میتونه براتون باشه. گیتار آریا AK20. ممکنه با شنیدن اسم آریا به این فکر بیفتید که این گیتارها ساخت ایران هستن، اما این برند ژاپنیه و سالهاست که به این فعالیت مشغوله. آریا امروزه به یک برند قابل اعتماد در ساخت گیتار تبدیل شده و گیتارهای پایین رده و میان رده اون در ایران طرفداران بسیار زیادی دارند. AK20 یکی از گیتارهای پایین رده آریا است. این گیتار در دو طرح مشکی و بدون رنگ قابل خریداریه که نسبت به قیمت خود کیفیت قابل قبولی هم داره. گیتار کلاسیک الهمبرا مدل زد نیچر. تو این لیست میخوام یه مدل گیتار اسپانیایی خوب هم به شما معرفی کنم که واقعا ارزش خرید رو داره. مدل جدید زد نیچر در حقیقت ارزان ترین گیتار کلاسیک در میان تمام گیتارهای کلاسیک الهمبرا است. مراحل ساخت این مدل به گونه‌ای ویژه کاهش یافته که ضمن حفظ کیفیت شناخته شده ی گیتارهای الهمبرا هزینه تولید هم تا اونجایی که میشه پایین بیاد. برای بهتر شدن و خوب موندن صدای این گیتار هیچ گونه ماده پرکننده منافذ چوب بر روی آن به کار نمیره و تنها یک لایه بسیار نازکی از لاک مات بر روی گیتار اعمال میشه. به خاطر همین پرداخت طبیعی و عالی منافذ چوب گیتار باز میمونه و به همین دلیل صدا بسیار تنین خوبی داره. خب دوستان، امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه و تونسته باشم که به اکثر سوالاتی که شما عزیزان ازم پرسیدید پاسخ بدم.